پدر سوی میستی؟ بسار پدر بیا بیا تو باشه. از ناپدری هیچ وقت پدر در نمیاد. همون موقعی که مادرم مرد تو هم واسه من مردی. داری واقعا حالا میخوای چی کار کنی مثلا؟ چی کار کنم؟ الو پلیس صدودر؟ از که تو به صدودری شدی؟ آدمی که ترسوه از اول پا رو دم شیر نمیذاره. شغالی که پوستش شیر تنشه که شیر نمیشه. که تو نیستم انگار از زندگی دورم. حالا روزم بی تو خوب نیست، بی تو غرق استرابم. چجوری بگم چجورم وقتی که کوه عذابم؟ بعد تو هیشگی نتونست شوق این زندگی باشه. یه چیزی مثل جنونه. منو کم کن از هجومم، این همه بی کسی و درد. بی تو هیچ حرفی ندارم، به منو ترانه برگرد. بعد تو هیچگی نتونست شوق این زندگی باشه. دستا بالا همه با هم مرسی اون اقلی ها مرسی همه با هم. وقتی که باشی حالم خوبه، حال ما دوتا با هم خوبه. چی که میشه بازم خوبه، عشق من
جزش هستم چی دیدی؟ خیلی ممنون. فرهاد چه گالری خوشگلی، خسته نباشین واقعا. تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدی مچمو بگیری؟ نه بابا، دیدم کنسرت هم نیومدی، گفتم من گالری تو بیام. چی شده؟ هیچی، خوردم زمین. ببخشید نتونستم بیام کنسرتت. خزان گفتم به چی آقا، خودش کو؟ دلق هیچی زیادی سوا پیچم کرد بهش، گفتم بره خونهشون پیچوندمش. جان من دستان چی؟ هیچی بابا، چیز خواسته نیست. داشتم آشغالا رو میبردم دیشب پایین، سنگین بود، پله ها رو ندیدم، دو تا یکی خوردم پایین دیگه افتادم زمین. آه، تو هم منو نمیپیچونی اصلا، از این پله ها افتادی نه؟ فقط میشه تو هم بری؟ میخوام تنها باشم. خونه جدید و مستجر جدید رفت آمدش زیادی تو چشمه، مخصوصا مستجر دختر باشه، صابخونه هم که فضول. باشه میرم، کار داشتی زنگ بزن. خودم میفهمم از پله نه. خدافظ. خدافظ. انداختی پایین کجا میری بدون سلام علیک؟ عزیز دلم گیری ملک، میتونی چشاتو ببندی منم نبینی؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم نرو تو، من رو اخراج میکنم تو رو خدا. ببین تو دوست خوب منی، من میدونم تو باعث شدی که من اینجا استخدام بشم، بابا من درک میکنم، من به این پول احتیاج دارم، تو دستت به دهنت میرسه. نه ترس بابا، هولت میدم خودتو بنداز زمین، خیال میکنه از پس من برمیاد. کله شقی نه بابا، صبر کن صبر کن. ببین کله شقی نکن، بشین اینجا با هم دیگه یه چیزی بخوریم. بابا صبر. دستور جلسه به شرح زیر اعلام میدم. 1. جهت برگزاری جشن عید قربان، درخواست برگزاری جشنواره توسط شرکت مؤسسه نمانور. 2. موضوع مشارکت در نصب تلویزیون شبنما. کی تو رو راه داده داخل؟ خودم اومدم. البته منشیت گفت جلسه داری، اما دیگه دیدن پدر دختر که این رسم و رسوم و جلسه بازی ها رو نداره. داره؟ لطفاً از اینجا برو بیرون، بعدم با هم دیگه حرف میزنیم. من کارمندات و شریکات نیستم به ممرو نکنی ها، اونقدر واسه مهم نیستی که منتظرت بمونم. برو بیرون لطفاً. آقای روحام، آقای انوشیروان روحام، شاهکار دیشبتو خوب نگاه کن، من شطرنج باز قهاریم، منتظر مات شدنت باش. پولاتم مال خودت، من همیشه دستم تو جیب خودم بوده، از امروزم پدر دختریمون تمومه، تموم. تو اون ور جوبی، من این ور. گوشی خاموش بودن تو، نبودنت خونه، داره بهم ثابت میکنه حرفای خزانه. کجایی دختر؟
دلش فقط ما بین دستات تو باشی شب جاده با موزیک رو در چی شده را گم کردی؟ تا زیادت اومده یه پدرم داری؟ بازم معرفت من که یاد پدرم میکنم. تو که همه زندگیت شده؟ اونی که تو قلبته، همون اونی که تو قلبته آوردتت اینجا اونو بگو. من که حرفم غیر هورام چیز دیگه نیست. دیدیش؟ زخمی شده صورتش، گفت از پله ها افتاده. میدونم دروغ میگه. از وقتی که مادر هورام مرده دیگه دغدغه من نیست. بی‌معرفتیه. تو وقتی که مریم خانم زنده بود دستش دستت بود، دخترم از لک و لوچت آویزون بود. الان چی شده که دخترت دریبه شده واسد؟ تا میتونستم تو این سال واسش پدری کردم، برای که یه بار با من بگه پدر، همش یاغیگری کرد. قرار نبود دست دلش برای تو بلرزه. تو هم همینجور. عشق ما فدای این بشه که شما خودخواهی پدر من. این معرفته. مریم خانم مرد، خدا رحمتش کنه. اینم دختر همونه. همون قد که مریم خانم نجیب بود، این هم نجیبه. چیزی کم نداره خانومی. زن پسرت بشه چی میشه حالا؟ در حال من حرفم عوض نمیشه. اگه میخوای با هر کی باشی باش، هر کی جز هورام. اگه رو حرفت نبیارم میفرستمش زینه قبرستون. نظر این آتیش گر بگیره. باشه پدرم، تو حالت خوش نیست، حرفان باشه یه وقت دیگه. دیوونه. ترسیدی یا؟ آره خیلی. زخمتو شروع با کردی؟ خوب شده دیگه. بیا تو، میخوام یه کاری واسم انجام بدی. میبینم که دوباره کارت گیره من افتاد، ولی متاسفم چون الان خیلی گرسنمه. ببینم چیزی هم توی یخچال داری یا نه. جون به جونت کنن شکموی. آخ آره واقعا غذا خوب چیزیه. سرده. خب اون نه وام نه. ببین میخوام یه چند وقت فرهادو دست به سر کنی. میخوام چند وقت ازم دور باشه، میتونی؟ مثل این قشن موقت هم تاب برداشته. تو که دو دقیقه نمیبینیش مثل اسفند رو آتیش بالا پایین میپری. الان چی شده که باز فوزیلیت گل کرده؟ مشکوک میزنی بعد. خزان شد یه چیزی ازت بخوام 20 سوال انجامش بدی؟ یادم رفته بود تو با آدم کارم که داری باید دستور بدی. بابا جان فرهاد کارمند منه، درست نوکر بابام که نیست بهش بگم بیا برو قاطی باقالیا. بعدش هم ناراحت میشه، بهش برمیخوره میذاره میره پیش باباشا. گفته باشم. تو اگه چند وقت پیش نگفتی باری که سفارش داده بودی اومده کیش؟ خب فرهادو بفرست سراغ کاراش دیگه. مثل اینکه خوب فکر همه جاش هم کردی. آره بابا کوفت. میفرستیش؟ به شرطی که خریت نکنی. آره نگران نباش بابا.
هنوز بی سلام حرف میزنی آقای مثلا پدر. میخوام ببینمت. منتها جایی که من میگم. دوتایی. نترس. تلافی سیلی که زدی بمونه طلبت. البته فکر کنم منو بشناسی. من بدهکار نمیمونم. بهتره که بیای. آدرسو برات میفرستم. بیا سنگامونو با هم وا بکنیم. بدون فرهاد. آقا یه مرد جولیده پولیده اومده جلوی در با شما کار داره. جولیده پولیده؟ بله آقا. خیلی خوب، اول مطمئن شو، بعد اگر گدا بود یه پولی بهش بده ردش کن بره. من یه بتونه نگفتم پاشو در وایسا نیا تو. شرمنده، شوق دیدن دوست پدر نذاش بیشتر از این پشت در منتظر بمونه. عطا. بله خودم هم. عطا این پدرش، ظاهر و باطن. اصلا معلوم هست تو زندگی داری چی کار میکنی عطا؟ آخرین بار چلوم پدرت دیدمت، یهو ظاهر شدی بعد غیب شدی. خوبه تو، حالا تعریف کن چی کار میکنی تو زندگی؟ زندگی وقتی وارونه به چرخه و سازش ناکوک باشه، وقت آدم تو بی وقتی میگذره و همش پشت هم بز میاره. از زندون میام، کل زندگیم هم تو این کیفه. قابل بدون اومدم برای دیدنت، ندونیم رامو کچ بکنم. بچه تو هر کی و هر چی باشی برای من عطایی. پسر رفیقی گرما با گلستون منی. قدمت رو چشم. خیلی خوش اومدی، کار خوبی هم کردی اومدی. خسته نباشی مرد همیشه مشغول. کارا خوب پیش میره؟ آره چرا که نه. ببینم یه نوار منو مهمون میکنی یا مهمونت کنم؟ چی شده؟ چرا؟ بابت پروانه ساخت فیلم جدیدم و البته این یکی خیلی مهمتره به خاطر تشکر از شما برای سرپا نگه داشتن دفتر. آها میگم جام داره خیس میشه، شیره داری میمالی سرم. نمکگیر بشم حرف اضافه حقوق نزنم. حله بی خیال فراد، اون که 2 ساعت پیش به حسابت واریز شد. یه کار خصوصی باید دارم و مهم و اینجا نمیشه گفت. خیره من طلا برای تو شهر داشتم. پس منتظرتم. باسو دسته چی شده؟ منتظرتم دیگه. میگم چی شده؟ زمین خوردم. آها ما هم قدیما میگفتیم کابینت خوردیم زمین. چتونه شما؟ اون از خورام اینم از تو. من چیم؟ هویج پختم چی بهم نمیگین؟
بس که برامون مهمی توفه. اونجوری هم به مخت نکنم. زود بیا منتظرتم. باشه. الو هوراب سلام. چطوری؟ ببین خزان نهار دعوتم کرده. بیا با هم بریم. دیوونه؟ من که همه عمرمو درگیر تو هم. باش. میبینمت پس خدافظ. خونه بزرگی داری، به راحتی میتونی قصه‌هاتو توش پنهان کنی. اینی که گفتی باید فکر کنم کنایه است یا تعریفه؟ نه، حرفی که زدم کوچکتر از اینه که کنایه محسوب شه. به خودم طعنه زدم. چه خوشحال بشم فرهاد بفهمی که اومدی. هم دیگه قد کشیدیم، گنده شدیم. شما که جوون میشین، ما پیر میشیم. ببین اصلا خوش ندارم ببینم پسر غلام خدا بیامرز غم تو چهرش باشه، غم انگیز حرف بزنه. خود که بهتر از من میدونی زندگی ذاتش بالا پایین داره، سختی داره. منم کمابیش میدونم اوضاع چجوریه. چاره چیه؟ عادت کن بخندیدم. رسم زندون و میله های فولادیش به راحتی لبخند از رو لبت میگیر و یه گوشه میشونتت ساکت و صامت. ببینه تو چاییتو میخوری؟ دوش میگیری؟ بعد میری با هم دیگه غذایی میزنی؟ بعدش باید کلی حرف دارم. ببینه تو چاییتو میخوری؟ دوش میگیری؟ بعد میری با هم دیگه غذایی میزن. دلم لک زده برای دیدن خواهرم ناسی. موقعی که رفتم حبس 16 سالش بود، ولی الان 22 سالشه ماشاءالله. هیچ وقت بغض چشاش یادم نمیره که دستبندو تو دستام دید. میدونی پلک نمیزد که وقت اشکاشو نبینم. مادرم مرد، نازی تنها تر شد، ولی خیلی وقتا میمد ملاقاتم. بهم میگفتش که بهتر میشه، همه چی روز به روز بهتر میشه، ولی نشد. فردا شب قرار عروس شه با پسر کسی که تو دعوای لعنتی نمیدونم چی شد که مرد. عروس میشه به شرط آزادی برادرش. با هزار التماس و بدبختی رفتم گفتم فقط 2 روز، خواهش میکنم 2 روز به من مرخصی بدین که بتونم خواهرمو ببینم، که حداقل بهش بگم که این کارو نکنه، پاسوز من نشه. من اگه میدونستم بله گفتنش برای آزادی رضایت منه هیچ وقت این کارو نمیگه. قبل از اینکه ببینمش برای این اومدم پیشت که ازت یه خواهش کنم. نازی رو به تو میسپرم، به حقش پدری کن. اون هیچ کس رو نداره. اگه برگشتم که مطمئن باش جبران میکنم، اگرم نه که حلالم کن.
بجام دیگه، الان سر کله یانوش پیدا میشه. کاش صبر میکردی امشب، خودم همه فایلا رو در میآوردم بهت میدادم. داری جوک میگی؟ اگه میشد که عجله نمیکردم. تا 2 ساعت دیگه قراره بیام بارا رو ببرم. اگه این لیستا رو جمع و جور نکنن دستم براشون رو میشه. ناصر، کاش منم یه ذره برات مهم بودم. به جای امروز و فردا کردنت زودتر میومدی تکلیف منم مشخص میکردی. میشه انقدر نق نزنی؟ به کارت برس. ناصر، یعنی من برات اصلا ارزش ندارم؟ نمیشه زودتر بیای تکلیف منو مشخص کنی؟ به خدا شب دیر میرم خونه، صبح زود میام بیرون. ماه دوتا فاکتور دیگه جابجا بکنم و ازمون از این رو به اون رو میشه، اون وقت میام میگیرمت، خوشبختت میکنم. خب؟ خب حالا چرا اینقدر طمع میکنی؟ من یه الان وضعمون بده، الان هم که خوب در میاری، اینقدر طمع نکن. ها میشه به کارت برسی؟ حواست باشی کسی تو نیاد. خب؟ واقعا که مهدی جان بریم؟ آماده ای؟ آره حسین جان، باشه داده. خب پلی کن. اوکی. نیستی دارم دق میکنم، نیستی دارم میپوسم، عکساتو من یکی یکی بر میدارم میبوسم، پیرهن یادگاری تو هر شب دارم بو میکنم، برای برگشتن تو به آسمون رو میکنم. معرفت داری دیگه بابا، دمت گرم. داری تیکه میندازی؟ خوشم میاد که میفهمی. مهدی جان، سیگاری شدی؟ چی میخوری الان، قهوه یا چایی؟ مهدی آب خنکم داریم. چه خبر دیگه بگو؟ هیچی، بپیچ. دختره بودش نجمه روبرو خونتون بود. اون چی شد؟ ازدواج کرد؟ والله ازش خبر ندارم، نه نمیدونم. چقدر دیوونه شده بودی تو. آره نپیچون منو بابا. چی رو بپیچونم؟ تو داری میپیچونی. میگم چه خبر، بچه کجا؟ هیچی، خیلی وقت ازشون خبر ندارم. تو چی؟ منم حقیقتا کسی خبر ندارم. راستی از غزل چه خبر؟ از یار گرمابه و گلستونت چه خبر؟ میبینیش هنوز؟ متأهل شدی یا نه هنوز داری عذب میچرخی؟ چی بگم؟ ناصر، من خودم اصلا انقدر
داستانم پیچیده شد، مشکلاتم زیاد شد. مشکلات؟ اینا همش به خاطر اینه که من بی‌معرفتم، نه؟ تو هم گرفتار بودی. آره، چاله زندگی زیاد شد، منم یه ذره گم شدم تو خودم. همه گرفتاریم، همه یه جور بدبختی داریم تو خودمون، ولی خب دیگه حالا هر جوری هست داره بد و خوب میگذره دیگه. تلخ حرف میزنی ها. از غزل چه خبر؟ والا چی بگم؟ پسر تو چته؟ برای مریض جو تنها شدم و به همه علکی خندیدم. شب عروسی وقتی میخواست بله رو بگه حالش بد شد، بردیمش بیمارستان، فهمیدم سرطان خون داره. دو ماه تو بیمارستان بستری بود. ده دهی صبح رفتم سراغش، دیدم خوابه. صورتشو شستم، دستشو بوس کردم، چشمشو باز کرد، اشکاش هم اینجور میریخت. مهدی دیدی تنهاد دارم میذارم، دیدی رو دیگه دیمرام شدم. گفت حلالم کن، چشمشو بست. شرمنده، دوست خوبی نبودم برات، تنهات گذاشتم. تنهایی من خواست خودم بود، تو ربطی نداره پسر. سلام آقا. بله من ویلایم که استابل داره، اینجا میبینمت. آقا سلام. دیر اومدی ناصر. ببخشید لطف میکنم ولی به جاش دست پر اومدم. عکسا. یک یک. یه مزاویه کوچولو. ناصر. میری شرکت میگی بچه اتاق فرهاد خوب بسابن بشورن برق بندازن. خود فرهادم آماده کنم. آقا ببخشید فرهادو میخواییم برگردونی؟ بهتر نیست یکم دست نگه داریم که کم این علک خزان آویزون بشه؟ بعد زبونت داره زیادی میچرخه. هر کاری من گفتم میکنیم. ازم نتر، فرهاد جایی طور تنگ نمیکنم. آقا ببخشید معذرت میخوام، من آقا فرهاد که رو سر ما جا دارم، من فقط به خاطر خودتون گفتم، گفتم شاید یه مقدار اوضاع رو به راه بشه و وضعیت بهتر بشه، به خاطر همین، وگرنه من که نه سر پیازم نه ته پیاز. خوبه، خوبی که میدونی سرطان داری.
من صلاح خودم رو بهتر میدونم. پس هر کاری که میگم میکنی. افتاد؟ بله. محمود، محمود. بله قربان. این گوشی رو میگیری؟ میبری میدی عکسشو بکشم روی فلش. چش قربان. حالت خیلی زود. اطاعت هم باری. چش. به به ناپدری گرام، خوب خوابیدی؟ سیار سیار، قرار بود با هم دیگه حرف بزنیم، زیر و رو کشی قرار نبود بکن. بهت اعتماد ندارم، خودت مجبورم کردی. گوشت هم پیشم میمونه تا آخر حرفم. نه سال آزگار برات پدری کردم، مادرت رو بیامرزه که آخرش همچین هیولایی تربیت کرد. من که سرم تو لاک خودم بود، تو ازم به قول خودت سگ هار ساختی. جرمم چی بود؟ این که دلمو گذاشتم کف دستم عاشق پسرت شدم گناهه؟ کدوم خواهری عاشق برادرش میشه؟ وصلت تو و مادرم هیچ ربطی به من و فرهاد نداشت. رابطه خواهر برادری ما سوریه، نخونی. خلاق پسر که برای تو کم نیست. نمیشه، یعنی من نمیذارم که بشه. خیلی رو داری انوش خان، اسیر منی بازم لغز میخونی؟ چرا فقط فرهاد؟ بعدشم چرا منو رو در روی خودت قرار میدی؟ کم دستتو گرفتم، کم واسط پدری کردم، کم از رو زمین بلندت کردم.
نه نه خدایی همیشه واسم خوب بودی، به جز اون قصه آخر که محبتت صورتم رو این شکلی کرد، حرمت بینمون رو له کرد. داشتم به خاطرت از عشق فرهاد میگذشتم، اما دیگه نه، تا آخر ماجرا میرم. حالا که اینجوریه تا ته تهش میرم. بازنده، بازنده. خیلی مطمئن حرف میزنی. مطمئن حرف میزنم چون میبینم که داری دور خودت میچرخی. یعنی واقعا نمیفهمی فرهاد دلش با یک کس دیگه است، فقط به خاطر رو در وایسیه که باهات ارتباط داره. بلوفت خیلی بچگونه است. نه اثبات میکنم، یه کادوی غیر منتظرم برات دارم. اول تو کادوی من نگاه کن، خوب نگاش کن. رضایت نامه توی با اثر انگشتت، همه اموالتو به نام فرهاد کردی. خیلی نامردیه. نه بچه با من داری به پای من میپیچی؟ پشیمون میشی، بد پشیمون میشی. بیا با این خودتو میتونی باز کنی، من میرم. این برگرم پیش من میمونه تا 3 روز امانت. حرفاتو ثابت کردی، بهت برش میگردونم. خط من از کجا گیر آوردی؟ همه کارا با پول پیش میره. جل امضای تو که اصلا کاری نداشت، فقط شد 50,000. خدافظ. چجوری اومدی تو؟ موبایلت خاموشه. شارژش تموم شده. بابا بهم زنگ زد. حرف دارم برو. سرخود شدی. اونی که باش سرشاخ شدی بابامه. برگ چغندر نیست. چند دفعه گفتم خودتو ننداز وسط. چند دفعه گفتم هورام. چون این دو تا بچه که سر پسترونک با هم دعوا میکنن. تو اونو میزنی اون تو رو میزنه. میرم گند اونو جمع کنم تو دوباره گند میزنی. گند تو رو میخوام جمع کنم اون ترشمون میزنه. نگرانشی؟ چرا اینجایی؟ برو پیش اون. من پای حقم وایستادم، پای عشقم به تو. ازش بپرس چرا بهت نگفته زده صورت منو داغون کرده. اگه تا الان هیچی نگفتم چون آدم بودم. من که کنار بودم، اون منو کشید وسط. اون ازم به قول خودش سگ هار ساخت. عادت سگه ها رو پاشو گرفتن و نکاسه لیست دادن. هورام خداحافظ پسر انوش. باشه پس اینجوریه، طوری شده آقا. نمیدونم این روزا دقه به دقه میپیچم به پای دیگران. هر کس هم کسی هم میپیچه به پای من، شاخ میشه برام. خب کیه؟ هر که بگین شاخشو بشکنیم آقا. نکنه قضیه اون مورامه؟ بعد اون زهر چشمی که ازش گرفتین هنوز آدم نشده؟ مورام الان مشکل من نیست، الان خزان رو به روی من بایستده. خزان؟ اون هنوز سر از تخم بیرون نیورده واسه شما شاخ شده؟ میگم یه کاری کن، یه بلایی سرش بیار.
یعنی بکشمش؟ احمق. میگم یعنی مثلا یه کاری کن بره مسافرت، چه میدونم یه تشویقی چیزی پولی بهش بده، بلکه چند روزی نباشه مزاحم من نشه اینقدر. آقا ببخشید ولی زیادی به این فنچا شما بالو پر میدین. از روز اول بهتون گفتم این مار خوشخط خالیه، گفتم مواظبش باشی. بس دیگه بیشور، نصیحتت مال خودت. فکر کردی حالا واسه من نامرئی شدی؟ از جیک و پوک کارت سر در نمیارم؟ نمیدونم الان مدتی دنبال خزانه موس موس میکاری میدویی؟ آقا ببخشید من فضولی نمی کنم، من فقط همه اینا رو به خاطر اینکه خیر و صلاح شما رو میخوام میگم، غیر این بحثی نی. بخت یکی باید جلوی گندکاری های تو رو بگیره. فعلا نمیخوام ببینم ات. چشم آقا. تا کی این بلا رو سرت آورده؟ این پول دیاز برسونش به نازی، بهش بگو عطا بیشتر از این نمیخواست این به آتیش من بسوزه. حالت بده؟ میفهمی چی داری میگی؟ الان باید بری بیمارستان. بهش بگو حلالم کنه، پولش خیلی خوب بود. مرد حسابی، تو پول لازم بودی چرا به من نگفتی؟ هیچ وقت گدایی دوست بابامو نمی کنم. به جام برو تا دیر نشده. خیلی خوب خیلی خوب، میرسونم بهش. اینو برسون به نازی زودتر. یه دوای زیرزمینی بود، کتک خور میخواستن، پول خوبی میدادن، من کتکش خوردم که یکی قول بشه. اول باید بری بیمارستان. باشو بابا بلنشا. یک کادوی غیر منتظرم برات دارم، دور خودت میچرخی، یعنی واقعا نمیفهمی فرهاد دلش با یک کس دیگه هست، فقط به خاطر رو در وایسیه که با هات ارتباط داره. همه چی بی معنی شده، نفس کشیدن بی خوده، خونه بدون خنده هات خیلی سوت و کور شده، خیلی سوت و کور شده. دنیا رو نابود میکنم، روزامو محدود میکنم، من یه دیوونه شدم، تنها میمونم با خودم. بعد تو دیگه توی اتاق خوابم تنها ساعته که میتونه بخوابه، بعد تو هیچ کس رو انتخاب نکردم واسه من انتخابه. بعد تو
انتخابه، بعد تو هیچ کس رو انتخاب نکردم، واسه من انتخابه. مرگت تو، چرا جواب تلفن من نمیدی؟ واسه این هورام، اصلا داری اشتباه میکنی. اتفاقا دارم اشتباهمو میبینم. آره اشتباه کردم، فکر میکردم تو همه کس منی. دوچار سوء تفاهم شدی، من کار بدی نکردم، من فقط با فرهاد یه نهار رفتم بیرون، اونم خودت ازم خواستی. اینم من ازت خواستم که اون قاشق بذاره دهنت، تو گل بدی دستش. الاغ جون مگه نمی‌بینی دستم بانداج داره؟ خب نمیتونستم قاشق بذارم دهنم. بانداج دستت الان کوش، نکنه خیلی زود خوب شده. ببین خزم، برو بیرون. ببین قضیه اصلا اونجوری که تو فکر میکنی نیست. اصلا برام مهم نیست، دیگه نمیخوام ببینمت. برو بیرون. همین؟ آره همین. به درک. فکر کی هستی؟ هی همش دنبالتم، همش به فکرتم. هر غلطی که نکردی بکن. واقعا نمیفهمی فرهاد دلش با یک کس دیگه هست، فقط به خاطر رو در وایسیه که باهات ارتباط داره. یعنی چی؟ خدا خودت بخیر بگذارم شده خاموش که اینقدر تو سلام. چرا اینجوری این شما؟ چرا نصف نیمه جواب میدین؟ دلم هزار را رفت. هورام طوری شده؟ نه، یه سو تفاهم بین من و هورام پیش اومده، خودمونم حلش میکنیم. تا چند روزی کیش بلیتش فرداست. سو تفاهم من مربوط میشه، وقت نباید راجع به شرف بزنم. نه گیر دادیا، اینجا دفتر منه، تو هم فقط یه کارمندی، کارمند. زیاد سوال نپرس، برو به کارت برس. کارم سر جاش، همه چیشم درسته. میای گند میزنی به مغزم، میپرسم اورام خوبه، میخوام برم پیشش، ترش میکنی. به خاطر خودت گفتم، رات بازه. آره خوب، راست گفتی. میرم دفترت هم مبارک باشه. من جواب منت بکشم که منت بابام میکشتم، دفتر همون میموندم. اگه اومدم اینجا فقط به خاطر هورام بوده، همین. هورام، من احتیاجی به تو دارم نه هورام جونت. ای گفتم اینجا به خاطر اینکه علاف نشی، همین. خاک بر سر هورام که رفیق شیشش توی. زیادی خودتو تحویل میگیری. تو که اینقدر بالا پایین حرفات هورامه، پس بهتره وایسی خوب بشناسیش و بعد بری. این داستان سفر کاری و تحویل بار و کیش و اینا همه سرکاری بود. هورام میخواست بپیچونتت، از من خواست بفرستم به دنبال نخودسی. حالا چرا؟ نمیدونم، خودش میدونه. شاید هم اونقدی که تو دوستش داری دوستت نداره. برای چه چند ساعت دم در خونه من نشستی؟ حرف دارم. ما دیگه هیچ حرفی به هم نداریم. یعنی چی هورام؟ یعنی مسخره بازی در نیار. من مسخره بازی در میارم؟ عوض که من شوکه باشم تو دور برداشتی؟ من دور برداشتم، فقط قید تو زدم.
اتفاقا انقدر تو رو داری که هنوز رو به روم واسادی. چه قاضی خوبی هستی آفرین، خودت میبری خودت میدوزی. خزان بهم گفت پیچوندن و به خود سیاه و چرا؟ پیچوندن چی؟ این حرفا رو میزنی که خودتو تبرئه کنی از گناهی که کردی؟ من چه گناهی کردم هورام؟ چرا خودم نباید بدونم چه گندی زدم؟ عکسای این فلش رو ببینی همه چیزو میفهمی. من نمیدونم تو این لعنتی چیه که تو رو انقدر به هم ریخته. من نمیدونم بین تو و خزان چه اتفاقی افتاده که بعد از این همه سال رفاقت نون نمک خوردن امروز با میسه تو دفتر زل میزنه تو چشمای من میگه هورام میخواست بپیچونتت از من کمک خواست منم کمکش کردم. واقعا دلیلش چیه؟ خزان گفت. آره همین امروز چشام نگاه کرد و گفت. من نمیدونم بین شما چی بوده ولی همین چیزا رو از توی عکسایی که تو این فلشه میفهمی داداشی. هورام همین فکرم درگیر تو بوده نه هیچ کس دیگه. چجوری میشم وقت توی نصف روز من میشم داداشی؟ دلت جای دیگه گیره. مرد باش راستشو بگو. مردو نمیگم. خیلی احمقی. سلام. سلام. خیر باشه. تازگی زیاد سن زنی. کاش که خیر بود. انوش هست؟ آره تو جلسه هست. اینو بده بهش. بگو هورام گفت تو بردی. بگو واسه همیشه دیگه پامو از زندگی فرهاد کشیدم کنار. رضایتنامه اموالش این توه. دیگه با خیال راحت به آینده پسرش برسه. من که سر از حرفای تو در نمیارم. میخوای بگم اینجایی بری تو ببینیش؟ اصلا ببین تو گردن من خیلی حق داری. فوقش منو اخراج میکنه. برو تو. فدای سرت. دیگه لازم نیست. عمران بذارم بری. عزیزم ببین رنگت پریده. بشین آبی شربتی چیزی با هم بخوریم. بهتر شدی بعد برو. دیگه آب و شربت حال منو خوب نمیکنه. خدافظ. صبر کن صبر کن. ببین من نمیدونم. فقط میدونم که شاید جواب ناراحتیاتو توی اون اتاق بتونی پیدا کنی. چطور؟ اونجا جسمی دیدم در؟ خب یه جلو دیگه بابا بابا نه کارت خوب بود بیا ببینی 150 میلیون تومان در بچه تو از شهر همه این طلبکارات هم خلاص میشی. حالا من خودم به هم میخوره. تو واقعا پس فطرت‌ترین آدمی هستی که تو تمام زندگیم دیدم. هورام بعد از دیدن اون عکسا داغون شد، خور شد. میفهمی یعنی چی؟ تو به منم نارو زدی لام هستم. مگه قرار نبود هورام رو یه جور دیگه بذاریم کنار؟ من که نمیتونم منتظر بشم دست رو دست بذارم ببینم که این نازو کرشمه و عداد تموم میشه که هورام و فرهاد از هم جدا شن. ناصرم سایه به سایه اومد دنبالت. به نفهمه شد. تو هم به پولت رسیدی بی زحمت. و
حالا همچین بی زحمت هم نبود. با این کاری که تو کردی هورام ازم متنفر شد. همین روزا میاد زهرشو بهم میریزه. انوش خان، بدون حرف اضافه اومدم شرط معامله رو عوض کنم. دبه کردن نداریم تو معامله. قرار گذاشتیم. تو کارتو کردی، اونا رو از هم سوا کردی، قرار شد من 100 میلیون بهت بدم. چش کورتو واکن، 150 میلیون دارم میدم. کمه. خچه بچه پا چقدر بیشتر بنویسم گورتو گم میکنی؟ ده نشد دیگه. با بدخلقی نکن، معامله من پولی نیست، دلیه. پوله واسه تو، فرهاد مال من. بله؟ من فرهادو میخوام، عاشقش شدم. شوخی های تلخ مزخرف نکن. جدی گفتم. من حرفتو نشنیده میگیرم. پولتو بردار برو، درم پشت سرت ببند. فکر نکن من مثل هورام اما به این راحتی میتونی از شرم راحت شی. بعدم خب دل دیگه یه او میزنه به جاده خاکی خر میشه. حالا این دل به جاده خاکی زده خر من عاشق پسر تو شده. من نشنیدم بگیرم. پولتو ور میداری، درم پشت سرت میبندی، گم میشی. خوبه شریک دوز و رفیق قافله ارزششو داشت؟ حتما داشته دیگه. خوب تومه ای گذاشتی واسه دل پسرت. دمت گرم. بفرما آشیه که پختی. حالا که اینجوری شد تا تش میرم. یا کمکم میکنی بشم زن فراد، یا میرم همه چیو میذارم کف دستش. همجوری که این دختره رو دو سوته از چشش انداختم، تو رو از چشش میندازم. فهمیدی یا نه؟ خود دانی. فرزان، من عاشق عقابم. میدونی چرا؟ چون برای شکارش خودش تلاش میکنه، نه مثل یک لاش خور دنبال صید و شکار تهمونده این اون باشه. عین یک لاش خور. لاش خور. تو خوبی؟ سلام فرهاد، بیا تو. بیا پایین، کارو دارم. ای بابا، حالا دیگه غریبه شدی؟ میگم بیا پایین میام. چه دست گلی باب دادی؟ باش الان میام. چته تو ها؟ من چمه؟ تو چته؟ تو وجدان داری بی شرف؟ با من درست صحبت کن. درست حرف نمیزنم خزان. دمت گم. دم رفاقتت گم. دیدم اون عکسای کثافتو. دستت خوب شد نه؟ نشکسته بود که. جای زخمش کو؟ نشون بده دیگه. فقط می‌خواستی در گوش من زرزر بکنی که من نیشم وا کنم اون عکسا رو بگیری. قصاب بزنم دهنت که اون عکسا رو بنگی میشه خزان. صداتو بیار پایین، ما تو این محل آبرو داریم. بشم به جنگی به من تشر بزنی، برو ببین هورام جونت داشته چه غلطی می‌کنه که تو رو پیچونده. حساب هورام با خودمه. الان گند تو رو میخوام جمع کنم. میتمرگی تو ماشین، هیچی هم نمیگی. بودی یالا. کجا اون وقت؟ برو بشه میفهمی. آقا سلام. آقا پسرت انگار داره یه کارایی میکنه.
بله الان اومدم در خونه خزان، پسرت اینجاست داره باش حرف میزنه. بعدم قاطیه ها. نه 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 خیالت راحت، خیالت راحت. خداحافظ. بریم آقا. وایسا چرا منو آوردی اینجا؟ صورت به خر نمیرسه پالونشو گرفتی؟ هورام فرستادتت؟ اسم هورامو نیار، اسم هورامو نیار. تو رفیق صمیمیش بودی، محرم اسرارش بودی، میخواستی به چی برسی؟ به تو رو میخواستم. اولش برام بازی بود، میتونستم 100 میلیون بگیرم، همه بدهی دفتر رو صاف کنم، ولی یهو دلم لرزید. عاشقت شدم. چی خزان؟ این 100 میلیونی که میگی اون از کی بگیری؟ سر من با کی معامله کردی؟ بایش کی؟ خزان با کی؟ با من. من طرف معامله بودم. ناصر تو اینجا چه غلطی میکنی؟ این مهم نیست، مهم اینه که تو اینجا چی کار میکنی. من از این دختر خواستم سد راه هورام بشه که به چی برسی؟ از پدرت خبر داری؟ پا گذاشتی رو خرخرش و داری نفسشو میگیری. من خزان رو علم کردم که تو به پدرت برسی. آفرین خزان، چه خوبم تربیت شدی. من خرا بگم باورم شد گفتی عاشقت، باورم شد. خزان را بیفت دنبال من. گره کور تو هورامه، خواستم خوب بشناسیش. حالا دیگه خود دانی. آره حالا دیگه میدونم. باشه بازیه، منم بازی، بعد بازی کردین هستم. یه آتیشی میندازم تو زندگی تو که حالا نتونی خاموشش کنی. بیا برای اون داری گریه میکنی؟ برو تو ماشین. خزان
میمانم تو دیوارانم دای من وی من دایالک نهرم به کیشی نازم من دایالک نه بیا رف رف اوه ای چیه اینجا یا خدا یا قمر بعد هایی کیه ایده کجا ظاهر بی خدا اینه چی کنه گوسفندیام رفت جانم سلام بله بله خوبم شما خوبید متشکر آهان موشیشون بر نمیداره باشه باشه عرض کردم چشم من بهشون خبر میدم آقا بله بله خواهش میکنم خواهش میکنم خدافظ سلام آقا اگه داشتی حرف میزدی راپورت دفتر داشتی به هوران میدادی چرا که ندی رفیقشی دیگه آقا وکیلتون زنگ زد گفت هرچی با موبایلتون تماس گرفته شما جواب ندید به شرکت گفتم به حساب داریم گفتم تصفیه حساب باز بکنه اخراج چرا آقا اشتباهی کردیم سر تا پا اشتباهه اصلا بود و نبودت واسه من فرقی نمی کنه آها اگه به خاطر هورامه ما مقصر نبودیم به خدا سرش انداخت اومد داخل اتاقتون اینه جه واسه همینه که میگم اخراجی نمیخوامت من آدم دست با چلفتی نمیخوام آقا ببخشید دیگه تکرار نمیشه من یه بار گذشت کردم بار دومی واسه من تو زندگی وجود نداره آه ما به اون پول احتیاج داریم زندگیمون با این پول میچرخه به خدا من به تو اعتماد کردم همه چیه دفتر من دست تو بود بعد همینجوری همه چیز رو لا بدی از من نمیفهمم این زج التماست واسه چیه باری یه جا دیگه کار کن هر جا یکی بود و نبود واسه من فرقی نمیکنه من که زمان زندگی تو نیستم آقا ما هیچ وقت از اعتمادتون به خدا سوء استفاده نکردیم ساکت ساکت هیچ وقت سوء استفاده نکردیم من اصلا نمیفهم چرا اینقدر زجه میکنی اگه من خواهش میکنم به خاطر اینه که آقا به خاطر آقا فرهاده فرهاد فرهاد کجای قضیه است آقا ما حامله ایم سه ماهه ازش حامله ایم آقا دورمون زد گفتش عاشقم گفتش دوستمون داره آقا به خدا آقا انقدر تو گوشمون خون که ما هم خام شدیم آقا اگه شما اخراجمون کنین آقا دیگه دستمون بهش نمیرسه آقا میخواد عقدمون کنه تو رو خدا آقا جواب آزمایشمونم بالای میخوایم برم بیارم قولاق بیشور لال بودی اینو من بگی آقا به خدا به خدا نمیتونستم روم نمیشد خجالت میکشیدم به خدا سلام آقا شما که هنوز اینجایین که ببخشید اطاعت امر نکردم برفه توی طول سک یه کاری نکردم پسرمو نبینم بکردی کی هستی؟ آقا ما فقط خواستیم حرمت پدر پسرتون حفظ شه وگرنه اصلا به ما چه؟ حالا من واسه خیلی مهم شدم؟ فکر کردی خبر ندارم تو شرکت همه رو کردی خر خودت هی بالا و پایین میکنی این که برود نمیارن واسه اینه که فقط پسرم برام مهمه که اونم پوچ عذاب در اومد آقا فرهاد که خب تو مشتتونه اشتباهم همین بود اشتباهم این بود که انقدر حواسم رفت به هورام که نفهمیدم پسرم شده دیو دو سر نمیفهمم
به حقوق دختر ستایش. از فرهاد حامل است. چی؟ من چه گفتم؟ این پسره واسه من شده عذاب علیم. هر چاله ای که ازش پر میکنم یه چاه واسه دهن باز میکنه. خب آقا این که چیزی نیست، یه پولی بذارین کف دستش برو بچه رو سخت کنه خلاص. بیشور احمق، پول بدم بچهش رو سخت بکنه؟ بکشه بچه فرهادو؟ آقا بی خیال، حالا ما یه چیزی گفتیم، شمالتون درست نیست، بهتر استراحت کنیم. تو به گور بابای پدر سوخت خندیدی یه چیزی گفتی بی بطه نفهم. آقا فوش ندین، فوش ندین. فوش میدم، خوبم میدم، ببینم چه غلطی میکنی هرونزاده. یه عمر مثل خر تو شرکتت واسه کار کردم، همیشه برات دست به عصا بودم. وقتی پسر رو تو از شرکت اخراج کردی گفتم خوبه، همه چی میرسه به من. اون وقت تو همه چی تو بخشیدی دست این منشیه. اونم خوب جواب تو داد، از پسرت حامله شد. اون ماس ماسکو بکش کنار، بکش کنار اونو. تو رو هم میکشمت، مثل همون دختر خزان که یه گله حرومش کردم. چی کارش کردی؟ کشتمش. خزان دستگرمی خوبی بود، حالا نوبت توه. آقا شما خوبین؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ عروسی خواهرم نرفتم آقا، اومدم بالا دیدم دعوا شده، اومدم ماشینتون رو بهتون بدم. خیلی خوب، اسلحشو بردار بده به من. اسلحه رو میخوان چی که آقا؟ نگران نشو، اونقدر نادون نشدم که با کشمش. میخوان بدم ببرنش؟ کردم. انوش باورش شد که از فرهاد حاملم، انقدر حالش بد شد که زمین و زمانو داشت به هم میریخت. ناصر، این آخرین کاری بود که برات کردم. من آدم این کارا و کلکا نیستم ناصر، به مرگ عزیزام قسم اگه تا آخر هفته عقدم نکنی همه چیزو به انوش میگم، همه چیزو. حرف آخر هم بذار بهت بگم که از خواب بپری، بچمون دختره. ها ها ها. بس دیگه، اینقدر گیج گیج نخور بدبخت. زمین بزن ستایش بیاد اینجا، دارم آتیش میگیرم. سلام آقا، چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ خودت به موش مردگی نزن، بیا اینجا به تمرگ بیا. اگه دلت به این اسلحه گرمه باید بگم خالیه، میتونی امتحانش کنی. یه فشنگ بیشتر نداشونم حروم خزان کرده. خوبه که پسرتم بیاد و بشینیم با هم حرفامونو بزنیم و سنگامونو وا بکنیم.
من پای تعهد تو زیاد وایسادم. هیچ گربه ایم از رضای خدا موش نمیگیره. تو هم به نفت این بود که کاری کنی من با فرهاد هیچ وقت رو در رو نشم، خودت پله پله بری بالا. بعدشم این بدبخت رو کردی برای خودت تومه. آدم واسه بالا رفتنش باید خیلی ها رو پله کنه. ستایش واسه من پله خوبی بود، اینو قبول دارم. خیلی کثافتی ناصر، خیلی کثافتی. لطف داری شما، ولی نمیدونی زندگی دیگه توش قماره. بز آوردی دستت رو شد. با نشستن و سیگار کشیدن کاری درست نمیشه. متاسفم که اینو میگن، ولی انگار واسه فرهاد زیادم پدرش ارزش نداره که به حرفت نمیاد اینجا. ناصر یه لحظه بیا. کمتر با رو اعصاب اون بدبخت. چی کارش داری؟ تو یکی دیگه خفه شو، هرچی میکشم از دست تو. اگه اون تلفن لعنتیت نبود الان همه چیز درست شده. حالا خودم یه کاریش میکنم. مطمئن باش این بار من جلو تو میگیرم. ببین رابین هود، واسه من جانم عذاب نکش. تو جرمت کمتر از من نیست. خب خیلی خوب، حالا اینقدر ناراحت نباش. پسرت نیاد ما میریم پیشش. فقط خفه شو. بمیر، بذار منم بمیرم. چرا ترش میکنی؟ بالاخره باید پسرت بفهمه که چرا دوست نداری هورام عروست بشه. ناصر این وضعیت کثافت رو از این بدترش نکن. خفه شو، فهمیدی؟ گفتم خفه شو. نمیشم. خواهی چیکار کنی؟ میخوام چیکار کنم؟ ها چرا دوست نداری هورام عروست باشه؟
گوش بده، گوش بده، مأمور اومده. تمام کارت. خودت نمیدونی چه گندی زدی. زدی خزان ولی نمرد. خزان؟ از پدر آوردیش ولی نمرد بیمارستانه. برگ برنده همیشه دست منه. این یادت باشه. خیلی خوب، باشه باشه. باشه ناصر، باشه، تو اونو بردار. باشه هر چی تو میگی. این تو، این خلوت پدرت. خوب بهتره بشنوی حرفاشو. فرهاد خان. پسر بابا، بابا اونو بذار زمین حرف بزنیم. صبر کن، برای آخرین بار حرف منو گوش بده. خیلی خوب، باشه، خیلی خوب، خیلی خوب، گوش میدم، گوش میدم، بگو. همین چند جمله رو بهت میگم. تنها شدم، زنم رفت، پسرم هیچ وقت پسرم نبود، دخترم هیچ وقت دخترم نبود، هیچ کس منو پدر ندونست. همه کاری کردم، همه رو آزار دادم، همه رو اذیت کردم، همه رو شکنجه دادم، همه کار کردم. اورام تو فقط چند سالشو دیدی؟ از دور و نزدیک. من ترکش دادم، او را هم معتاد شد، از اعتیاد آوردمش بیرون، دوباره معتاد شد، دوباره آوردمش بیرون، خودکشی کرد، دوباره خودکشی کرد، دوباره نجاتش دادم. میدونستی؟ میدونستی که سرطان داره؟ میدونستی که من چقدر تنها؟ حالا هر کسی به من زخم میزنه، توطئه میکنه، حتی کسی یه دوست نداره منو بکشه، حتی آخرین دوستم هم مرد، پسر دوستم قاتل شد، حالا تو موندی با اورا متنفر. کاری نبود که نکرده باشم. چیزی مونده که فرق بکنه برام؟ نه، نمونده. خسته شدم، ظرفیتم تموم شد. برام دعا کنی؟ فقط قول بده یه کاری کنی اورا با مریضیش بتونه بجنگه. بابا جان فرهادت، فرهادم بابا، میگم جان فرهادت بابا، اونو بزن زمین. خدا منو ببخش بابا. بابا داره
که تو رو یاد من میارم، زده بارون و خیسشونم، ولی دستاتو کم میاره، منو چترم و خیسی بارون، منو شهری که خاطره هامون نمیذاره نفس تو هوامون، میزنم بی هوا به خیابون، بازم امشب جای تو خالی، زیر چتری که نمونده حالی، ولی حس میکنم که تو هستی همین نزدیک تو این حوالی، بازم امشب جای تو خالی، زیر چتری که نمونده حالی، ولی حس میکنم که تو هستی همین نزدیک تو این حوالی. دستاتو کم میاره، منو چترم و خیسی بارون، منو شهری که خاطره هامون نمیذاره نفس تو هوامون، میزنم بی هوا به خیابون، بازم امشب جای تو خالی، زیر چتری که نمونده حالی، ولی حس میکنم که تو هستی همین نزدیک تو این حوالی، بازم امشب جای تو خالی، زیر چتری که نمونده حالی، ولی حس میکنم که تو هستی همین نزدیک تو این